سلام دوستای عزیزم، به کانال ژوپار فرانسه خوش اومدین. تو این جلسه قراره نکته مهم گرامری رو با همدیگه بررسی کنیم. همراه من باشید. خب دوستان، همطور که میدونید زبان فرانسه پر از قاعده و قواعده که موقع اسپیکینگ باید اینا رو رعایت بکنیم که بتونیم جمله بندی درستی رو داشته باشیم. یه اشتباهی که همه زبان آموزا مرتکب میشن موقع اینه که میخوان بگن مریض هستن و اینکه این جمله رو بخوام بگن قاعده درستی رو ازش نمیگن و به صورت اشتباه ازش استفاده میکنن. یعنی نمیتونن به صورت مشخص و درست بگن مثلا کجاشون درد میکنه یا چرا مریض هستن. تو این جلسه قراره این رو با هم دیگه بررسی کنیم. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? حالت چطوره؟ یا ça va؟ حالت چطوره؟ میخوام بگم مریضم و میخوام توضیح بدم که چرا مریضم. Ça va mal. Ça va mal. یا ça va très mal. Ça va très mal. حالا طرف از من میپرسه Qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce qu'il t'arrive? چه اتفاقی برای شما افتاده؟ Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. مریضم. وات تو مال؟ وات تو مال؟ وات تو مال؟ او ا تو مال کجا درد میکنه؟ برای توضیح این جمله بعدی باید خدمتتون عرض بکنم که یه قاعده خاص داریم دوستان. اول باید ضمیر رو بیاریم. فاعل ضمیر یا هر چیزی که به عنوان کننده کار قراره انجام بشه. بعدش فعل avoir رو با توجه به ضمیر یا فاعلمون باید صرفش بکنیم. بعد کلمه مل رو بیاریم و بعد یه حرف اضافه لازم داریم. حرف اضافهمون رو میاریم، حرف اضافه ا، و بعد اونجایی که حالا مشکل داره یا درد میکنه رو میاریم. خب بذاریم براتون مثال بزنم. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. دوستان دقت کنید. پس je میشه چی؟ ضمیر ما، فاعل ما. فعل avoir رو آوردیم با توجه به je یعنی فاعلمون صرفش کردیم. je. کلمه مال رو آوردیم. مریض بودن، بد بودن، حال خراب بودن. حرف اضافه ا رو آوردیم. و جایی که درد میکنه. من سردرد دارم. من سردرد دارم. یا من سرم درد میکنه. دوستان قاعده استفاده کردن از حرف اضافه ا رو که بلدین. اینجا تت رو دقت کنید، یک کلمه فمینه بود. پس اختیکل ل قبلش میاد. و انواع استفاده از ا رو ما داشتیم. ا با توجه به کلمه بعدی خودش شکل‌های مختلفی میگیره. اگر کلمه بعدیش فمینه باشه به شکل ا ل میاد. اگر کلمه بعدیش مسکوله باشه به شکل ا لو میاد که همچین چیزی رو نداریم و او رو استفاده میکنیم. اگر کلمه بعدیش جمع باشه او اما به این شکل. صداش دقیقا مثل قبلیه. او. و اگر کلمه بعدیش با حروف صدادار شروع بشه ا ال اپوستغاف. ا ال اپوستغاف میاد. خب من چند تا مثال از این مدل براتون زدم، بریم با هم دیگه بررسیش کنیم. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. من سردرد دارم. ببینید je fait avoir کلمه مال حرف اضافه ا با ارتیکل لا. چرا؟ چون تت سر یه کلمه فمینه هستش. مثال بعدی تو عمل و کود. 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 آرنج درد میکنه یا آرنج درد داره. تو فاعل ما، ضمیر ما. ا فعل avoir که با توجه به ضمیر ما صرف شده. کلمه مل
و حرف اضافه ا. با توجه به اینکه could کلمه آرنج یک کلمه مسکوله هستش دوستان، ما او را آوردیم که ترکیب ا لو هستش. Il a mal aux dents. 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 اون دندون درد داره. اون آقا دندونش درد میکنه. Il ضمیر ما. فعل اول با توجه به ضمیرمون صرف شده. کلمه مل حرف اضافه او جمع. چرا؟ چون دان دندون یک کلمه جمع هستش دوستان. و مثال بعدی. Nous avons mal au dos. 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 ما کمر درد داریم یا ما کمرمون درد میکنه. Nous ضمیر ما فاعل ما. Avons فعل داشتن avoir. کلمه مل حرف اضافه او. چرا؟ چون دو کمر یک کلمه مسکوله هستش و او ترکیب ا و لو هستش دوستان. Vous avez mal à la jambe. Vous avez mal à la jambe. Vous avez mal à la jambe. پای شما درد میکنه یا شما پا درد دارید. Vous فاعل. Avez فعل avoir که با توجه به وو صرف شده. کلمه مل. ا حرف اضافه ا. اختیکل لا. جامب. جامب به معنی پا. جامب یا پا یک کلمه فمینه هستش. پس قبلش ا لا اومده. الزمال اللغی. الزمال اللغی. الزمال اللغی. الزمال اللغی. Elles ont mal à l'oreille. ال جمع رو داریم اینجا به معنی آنها که فاعلمونه. اون فعل avoir که با توجه به ال جمع صرف شده. کلمه مل حرف اضافه ا که چون کلمه بعدی ما با حروف صدادار شروع شده ا ال اپوستروف رو داریم. l'oreille. گوشهایشان درد میکنه. گوشاشون درد میکنه یا گوشاشون درد داره. خب دوستان، اینم یه نکته مهم گرامری بود که خیلی از زبان آموزا موقع استفاده از این جمله به صورت اشتباه میگفتن. ولی الان شما یاد گرفتین. دوستان عزیز، درسای قبلی رو حتما مرور کنین و برای حمایت از ما و ارائه بهتر دروس در کانال، کانال جو پرفقانسه رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. ابینتوم زمین.